با سلام و درود به سرویس خبری این ساعت از شبکه جهانی هزار ورد با من بلقیس بهار و همکارم ریحانه را به آمدید سرخط اخبار اعتراض شهروندان افغانستان در کانادا نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید حزب وحدت تخریب تندس مزاری حاکی از دشمنی آشکار طالبان با فرهنگ و تاریخ مردم هزاره است دور پیشین افغانستان در آمریکا جان باختند. طالبان یک دانشجو را در کنسولگری ایران در بلخ لتوکوب و بازداشت کردند. واشنگتن پست مردان افغان از خاموشی در برابر محدودت های طالبان علیه زنان پشیمان هستند. و شماری از دانش آموزان افغان در شیراز به ممنوعیت از سبت نام در مکاتب ایران اعتراض کردند. مشروع اخبار دهها نفر از شهروندان افغانستان مقیم کانادا در اعتراض به نسل کشی هزارها در افغانستان تظاهرات کردند و خواستار توقف این نسل کشی شدند این اعتراض روز یک شنبه و وقت کانادا در تورنتو با حضور فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری کانادا برگزار شد معترضان درباره آنچه که نسل کشی جاری هزارها در افغانستان خواندند ابراز نگرانی و آن را محکوم کردند در این گرد همایی علی احساسی رئیس کمیته روابط خارجی و توسعه بین المللی پارلمان کانادا نیز حضور داشت و در اظهارات گفت که پارلمان و وزارت خارجه کانادا از اتفاقاتی که برای هزارها در افغانستان اتفاق میافتد آگاه است محترزان در قطعنامه خود خواستار اقدام فوری قاطع بین المللی در برابر کشتار اخیر باشندگان دایکندی شدند حزب وحدت اسلامی افغانستان میگوید تخریب میدان و تندیس عبدالعلی مزاری توسط طالبان نشان دهنده دشمنی آشکار این گروه با فرهنگ، تاریخ و هویت مردم هزاره است. این حزب گفته است طالبان تمام ساختارهای قانونی را تخریب و در نبود حاکمیت قانون هر روز جنایت حوالناک و ضد بشری را مرتکب می شوند. عبدالعلی مزاری بنیانگذار حزب وحدت اسلامی است که توسط طالبان به قتل رسید. طالبان شب گذشته میدان و تندیس او را در غرب کابل تخریب کرد. حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی با انتشار بیانیه طالبان را گروه حراسفگن خطاب کرده و گفته است که طالبان به بهانه توسعه شهری اقدام به تخریب تندیس مزاری کرده است. این حزب اقدام طالبان را تحریک آمیز، خسمانه و ددمنشانه خوانده است در بیانیه حزب وحدت آمده است گروه طالبان که اینک قدرت را به زور تفنگ و توطعه بیرونی قبضه نموده تمام ساختارهای قانونی در کشور را تخریب و در نبود حاکمیت قانون هر روز جنایت حولناک و ضد بشری را مرتکب می شوند. در بخشی از این بیانیه آمده است که طالبان از گذشته در قبال مزاری و عدالت خواهی او کینه فراموش نشدنی دارد. به گفته این حزب، طالبان در رژیم اول خود مزاری و افراد او را کشتند و سپس آرامگاه او را در شهر مزار شریف بمب گذاری کردند و حالا این گروه تندیس او را در کابل تخریب کرده است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که دو شهروند افغانستان به نام های عبدالمصور خالقی 25 ساله و محمد سلمان نصری 27 ساله در پای غرق شدن در دریای نمک ایالت آریزونای ایالات متحده جان باختند. فاکس نیوز روز دوشنبه دوم میزان نگاشته است که این دو مرد جوان نظامی پیشین کشور بودند. بر اساس این گزارش خالقی و نصری که با هم پسر کاکا بودند پنج روز پیش در این دریا غرق شدند. خالقی که با افسر امنیت در کنار نیروهای آمریکایی در کابل کار میکرد چند سال پیش با شمار دیگر از افغانهای در مرز تهدید وارد ایالات آریزونای ایالات متحده شده بود جولیانا لارسن بنیانگذار مرکز پناهندگان آریزونا در این مورد گفته است آنها خالقی و نصری برای فرار از دست طالبان به آمریکا آمدند و سپس این فاجعه رخ داد خالقی سه سال پیش با دو برادر خواهر پدر و مادرش در عملیات تخلیه از کابل بیرون شده بود طبق نصری نیز یک افسر نظامی پیشین افغانستان و دانشجو بود مرکز پناهندگان آریزونا خواستار کمک مالی به خانواده های این دو مرد جوان افغان شده است منابع محلی در بلخ گویند که طالبان یک دانشجو را در کنسلگری ایران در شهر مزار شریف مرکز این ولایت لتوکوب و بازداشت کرده است. منابع روز دوشنبه دوی میزان به هزار ولد گفتند که این دانشجو باشنده بدخشان بود و میخواست برای ادامه تحصیل به ایران سفر کند. بر اساس اطلاعات منابع محافظان کنسلگری ایران در بلخ پس از مشاجره لفظی این دانشجو را نخست توسط میلیت فنگلت و کوب و سپس بازداشت کردند. این دانشجو بیش از ده روز برای اخص ویزا به کنسولگری ایران در بلخ مراجعه کرده بود اما طالبان در این مدت به او اجازه ورود به این کنسولگری را ندادند هنوز از سرنوشت این دانشجو اطلاعات در دست نیست این در حالی است که پیش از این نیز گزارش های در مورد بدرفتاری جنگجویان طالبان با مراجعین ادارات دولتی نشر شده بود برخی از مردان در افغانستان زیر سلطه طالبان به روزنامه واشنگتن پست گفتند که از عدم حمایت از حقوق زنان در برابر این گروه به شیمان هستند. این روزنامه روز یک شنبه یکم میزان در گزارش نگاشته است که طالبان با توشه قانون امر به معروف و نهی از منکر در کنار زنان شرایط زندگی را برای مردان نیز دشوار کردند بر اساس این گزارش قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان مردان را مجبور به گذاشتن ریش و عدم تقلید از غیر مسلمانان کرده است یک از باشندگان شهر کابل به شرط افشانشدن هویتش گفته است اگر مردان صدای خود را بلند می کردن، ممکن بود اکنون در وضعیت متفاوت قرار می داشتیم حالا همه ریش می گذارند زیرا ما نمی مورد توهین و تحقیر قرار بگیریم در گزارش و نقل شماری از ساکنان شهر کابل آمده است که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان تا یک ماه گذشته در برخی از مناطق این شهر مردان را مجبور به ادای نماز جماعت کردند. شماری از دانش آموزان افغان در شیراز به ممنوعیت ثبت نام در مکاتب ایران اعتراض کردند. یک مهاجر افغان با ارسال ویدیویی به هزار ورد گفت که مکاتب برای دانش آموزان افغان بسته است. فرستنده ای ویدیو از شیراز می گوید که برای دانش آموزان پسر افغان نیز اجازه ثبت نام در مدارس داده نشده است. او گفت بچه های افغان را در مدرسه نمی گذارند. معمور می گوید که افغان جایی ندارد. درس نخواند در به مدرسه بسته است و جمع کنید بروید. این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش ایران روز یکشنبه اعلام کرد که تمهیدات لازم برای ثبت نام دانش آموزان افغان در نظر گرفته شده است. علیرضا رزا کازیمی با اشاره به حضور بیش از 600 هزار دانش آموز افغان در ایران گفت که پس از تکمیل ثبت نام دانش آموزان ایرانی آنها نیز ثبت نام می شوند. برغم وعده مسئولان جمهوری اسلامی مبنی بر ثبت نام دانش شاموزان افغان در مکاتب ایران گزارش متعددی مبنی بر ممنوعیت ثبت نام آموزان افغان به رسیده است. در اواخر ماه سنبوله ای امسال، مکاتب در استانهای کرمان، شیراز و کهگلوویه و بوی رحمت از سبت نام کودکان افغان خودداری کردند. محمد مهدی فداکار، استاندار کرمان روز شنبه 24 سنبوله در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد که سبتنام دانش آموزان افغان بدون مدرک در مکاتب این استان به طور جدی پیگیری و ممنوع اعلام شده است. این مقام جمهوری اسلامی به مدیران مکاتب در استان کرمان هشدار داد که حق ندارند پناهجویان بدون مدرک را ثبت نام کنند. سپاسگزارم از اینکه تا پایان سرویس خبری این ساعت ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد بدرود.